درود به همه عزیزان. امروز قراره که ترانزیستورها رو مورد بررسی قرار بدیم. پس لطفاً تا انتهای این ویدیو با ما همراه باشید که کلی مطلب علمی داریم. قطعاً هممون به این فکر کردیم که یه دستگاه خیلی کوچیک مثل گوشی یا موبایل چطور میتونه میلیاردها محاسبه رو در کسری از ثانیه انجام بده. بار این مسئولیت روی قطعه‌ایه که دنیای مدرن رو خیلی متحول کرد. یعنی ترانزیستورها. قبل از اختراع ترانزیستورها، مدارها از لامپ‌های خلاء استفاده می‌کردند. لامپ‌هایی که بزرگ بودن، خیلی داغ می‌شدن و شکننده و پرمصرف بودن. برای مثال، اولین کامپیوتر دنیا بیش از 25,000 لامپ داشت و ابعادش هم بزرگتر از یک اتاق بود. اما در سال 1947، سه دانشمند توی آزمایشگاه بل چیزی رو ساختن که همه چیز رو تغییر داد. و اولین ترانزیستور جهان رو ساختن. از اون لحظه به بعد انقلابی در دنیای دیجیتال شروع شد. تلویزیون‌ها کوچکتر شدن، رادیوها قابل هم شدن و امروزه میلیاردها ترانزیستور در یک تراشه کوچیک توی جیب ما جا میشه. بدون ترانزیستور، گوشی‌های هوشمند من و شما تقریباً اندازه یک یخچال بودن. ابتدا یک تعریف خیلی ساده از ترانزیستور داشته باشیم. ترانزیستور یک قطعه نیمه هادی سه‌پایه است که دو کار اصلی انجام میده. اولی مثل یک سویچ الکترونیکی میمونه که جریان رو قطع و وصل میکنه. مورد دوم مثل یک تقویت کننده میمونه که سیگنال های ضعیف رو قوی تر میکنه. ترانزیستورها به دو خانواده بزرگ تقسیم میشن. ترانزیستورهایی با پیوند دو قطبی BJT و ترانزیستورهای FET. امروز تمرکز ما روی نوع BJT هست. پایه یه درک بقیه ترانزیستورها از همین شروع میشه. حالا ساختار فیزیکی و پایه‌هاش به چه شکله؟ در ترانزیستور BJT سه پایه اصلی وجود داره. B که همون بیسه، C که کلکتوره و E هم امیتره. که در این خانواده دو نوع ترانزیستور اصلی داریم. NPN یا منفی که نگاتیو پوزیتیو نگاتیوه و PNP یا مثبت که پوزیتیو نگاتیو و پوزیتیو میشه. BJT یک قطعه کنترل شده جریانه که ما با مقاومت یک جریان محدود رو به پای بیس میدیم. پس اصول کار این نوع ترانزیستورها روی جریانه. ترانزیستور در مدار مثل یک مقاومت متغیره و نماد این ترانزیستورها هم طبق تصویری هست که میبینید. اگر بخوایم ترانزیستور رو مثل یک لوله اصلی آب مثال بزنیم، پایه بیس میشه دقیقاً یک لوله خیلی کوچیک‌تر که وقتی ما یک حداقل ولتاژی بهش بدیم باعث میشه مانع از لوله اصلی برداشته بشه و جریان به راحتی عبور بکنه. حالا بریم توی مدار ببینیم. فرض کنید این مدار داریم با یه باتری و لامپ. می‌خوایم فقط زمانی که یک سنسور تشخیص میده اون لامپ روشن بمونه. با کلیدهای مکانیکی که نمیشه. چون باید دستی اون رو فشار بدیم و عملاً سنسور کنار میره و بلا استفاده میمونه. اما اگه از یک ترانزیستور BJT استفاده کنیم، میتونیم اون کار رو با یک سیگنال خیلی کوچیک از سنسور یا میکروکنترلر انجام بدیم. وقتی امیتر رو به منفی باتری وصل کنیم و کلکتور رو به لامپ و بیس رو با یک مقاومت به خروجی سنسور متصل کنیم، وقتی سنسور سیگنال بده بیس یک جریان کوچیک میگیره. پیوند بیس و امیتر فعال میشه و ترانزیستور وارد حالت اشباع میشه. در نتیجه لامپ روشن میمونه. وقتی سیگنال قطع بشه بیس دیگه جریان رو نمیگیره و ترانزیستور خاموش میمونه. همه این اتفاقات در چند میلی ثانیه اتفاق میفته. یعنی بدون هیچ قطعه متحرکی ترانزیستور میتونه هزاران بار در ثانیه خاموش یا روشن بشه. تا اینجا ترانزیستور رو مثل یک کلید دیدیم. اما قدرت واقعی اون وقتی مشخص میشه که مثل یک تقویت کننده کار میکنه. در این حالت بیس فقط یک سیگنال کوچک دریافت میکنه. مثلا صدای ضعیف از یک میکروفون. ترانزیستور اون سیگنال رو تقویت میکنه و از کلکتور یک سیگنال بزرگتر بیرون میده. به همین دلیل توی آمپلیفایرها و رادیوها و مدارهای صوتی ترانزیستورها کار خیلی خیلی مهمی رو انجام میدن. برای مثال وقتی با هدفون به موسیقی گوش میدیم اون صدای بلند نتیجه یک کار میلیون ها ترانزیستور تقویت کننده است. در نوع NPN جریان از کلکتور به امیتر حرکت میکنه وقتی که بیس مثبت باشه. اما در PNP برعکسه.
بیس باید منفی تر از امیتر باشه تا جریان برقرار شه. از NPN در مدارهایی با تغذیه مثبت استفاده میشه و از PNP در مسیرهای برگشتی یا معکوس. در طراحی واقعی معمولاً NPN ها برای سویچ پایین یعنی سمت منفی استفاده میشن تا افت ولتاژ کمتر بشه. اما تفاوت BJT و MOSFET ها چیه؟ BJT با جریان بیس کار میکنه، یعنی برای روشن شدن باید مقدار جریانی بهش وارد بشه. اما MOSFET با ولتاژ گیت کنترل میشه، یعنی حتی با یه پالس خیلی کوچیک میتونه جریانهای بزرگی رو عبور بده. برای همین در مدارهای دیجیتال سری مثل مادربورد، پاوربانک یا کارت گرافیک از MOSFET ها استفاده میشه، چون سرعت سویچشون خیلی بالاتره. امروزه در هر چیپست یا پردازنده‌ای میلیاردها ترانزیستور وجود داره. مثلا در پردازنده A17 اپل حدود 18 میلیارد ترانزیستور وجود داره. هر کدوم از اونها در نقش یک سویچ کوچیک عمل میکنن که با خاموش روشن شدنشون 0 و 1 های دیجیتال ساخته میشه. یعنی توی گوشی من و شما از تعداد انسان‌های روی زمین هم ترانزیستور بیشتره. اما لایه‌های داخلی چطور فعال میشن؟ ترانزیستورهای NPN از 3 لایه تشکیل میشن. امیتر که نوع N هست، بیس که نوع P و کلکتور هم که باز نوع N هست. وقتی به بیس حداقل 0.6 ولت بدیم، پیوند بین بیس و امیتر بایاس مستقیم میشه. الکترون ها از امیتر به سمت بیس حرکت میکنن و چون بیس خیلی نازکه، بیشترشون خودشون رو به کلکتور میرسونن. در نتیجه جریان تقویت میشه و به این حالت میگیم تقویت جریان. حالا کاربرد ترانزیستورها در زندگی روزمره میتونیم در شارژر موبایل برای کنترل ولتاژ جریان ببینیم، یا در رادیو آمپلیفایرهای صوتی برای تقویت صدا، در میکروکنترلرها برای کنترل موتور، لامپ یا سنسور، و در سیستم‌های دیجیتال برای ساخت حافظه و منطق 0 و 1 که خیلی مهمه. مثلا توی هر دکمه از کیبورد لپتاپ ما یک یا چند ترانزیستور در حال کار هستن تا سیگنال فشرده شدن کلید رو تشخیص بدن. اما چه چیزی باعث سوختن ترانزیستورها میشه؟ اگه ولتاژ یا جریان بیش از حد وارد بشه، ناحیه بیس و امیتر داغ میشه و میسوزه. مثلا وقتی بدون مقاومت یا هیتینگ ازش استفاده میکنیم، ممکنه دمای داخلی اون به بالای 150 درجه برسه و اتصالها ذوب بشن. برای همین همیشه در مدارها از مقاومت محدود کننده جریان و خنک کننده و دیود محافظ استفاده میکنن تا عمر ترانزیستور بالا بره. حالا بریم یه جمع‌بندی کلی کنیم. ترانزیستورها یکی از مهمترین اختراعات دنیای دیجیتال هستند. از ساده ترین مدارها تا پیچیده ترین ابررایانه ها، همشون با همین سویچ های خیلی کوچیک ساخته میشن و کار میکنن. هر بار که به صفحه گوشیت نگاه میکنی، بدون میلیاردها ترانزیستور دارن با سرعت نور کار میکنن تا اون تصویر رو بسازن و همه چیز از یک قطعه کوچیک سیلیکونی ساخته شد. اگه از این ویدیو خوشت اومد، حتما کانال هووک رو داشته باش که کلی انیمیشن های علمی در راه داریم. بدرود.